مزایم خو نشدیم. نه به خیلی ملایم ملایم برابر هستیم جناب مختیارتون، بخیر سلامت باشیم. تشکر. خب دوال مولای صاحب اگر خود معرفی کنی بعد همه نام منطقی خدا. این جانب مولای عبدالوکیل بگزاد متولد و بودباش کننده منطقه ساحل شرشر ولسوالی برکی ولایت بغلان می باشم. دیگر خدا کنم که معرفی کارتان است باشم. خودم سلامت باشی مولوی صاحب. راجع در سیلاب روز گذشته اگر صحبت کنین، چه ساعتی بود از شروع سیلاب و چه گونه شد، منطقه چطور است؟ سیلاب بارش دیروز حوالی ساعت 2:20 روز جمعه بود. بعد از ادای نماز جمعه دیگه همینطور آسمان گرفته شد و یک ریزش باران و بارش بسیار شدید شروع شد. یک وقت متوجه شدیم که سیلاب بالای خانه خود ما حمله کردن، برآمدیم دست بیل و کلنگ گرفته به یک رقم که از سر خانه سیلاب رد کردیم. منتهی برابر برآمدیم که داخل قریه دیگه بسیار سیلی بسیار خطرناک سرازیر میشن. دیگه همه قدر داخل قریه بودیم تا ساعت نزدیک 4 ما از داخل قریه خود برآمده بیرون از قریه را بیرون از مسجد همون گرفتن از طرف همه اندازه بود. تشکر مولوی صاحب. اگر صحبت کنین که چقدر خسارات بر مال و اموال مردم وارد شده، خسارات مالی چقدر بوده، خسارات جانی چقدر بوده در این منطقه خود شما؟ از این منطقه خود ما در شهرشهر دیروز که ما تا شام آمار گرفتیم آمار برای ما دقیق معلوم نشد، اما خسارات هنگفت زراعتی و زمینداری و خانه همه قدر معلومات گرفتیم دیروز که 15 خانه را سیل برده مکمل دیگه، اما تلفات مالی جانی شد دقیق نتانسته بودیم. فکر میکردیم شاید در حدود 50-60 نفر از شهرشهر برده باشن، اما معاشی و از قبیل بوز و گوسفند و گاو و خر و چیزا بیخی از حد شمارش بیرون است. همچنان زمین زراعتی حاصلات مردم از اندازه بیخی و بیرون است. بالاخره آماری را که امروز دقیق شده مثل که قومندان قلی وردو با تیاره آمد و سهر بررسی کرد، پشت سر قومندان ولایت آمد آیس ملاجان جانماد حمزه دیگه اینا هم با تیاره آمدن سهر کورخی کرد و فلم برداری کرد رفتن دیدن واقعا سر و سر مردم بیجا نبود. و تلفات جانی که شهید داریم ما از آمار دقیق از شهرشهر ورسولی برکن 14 نفر شهید از ساحه شهرشهر برکن دیگه در حدود 2-3 نفر مردانه کلان او 3 طفل مردانه او متباقیش 3 طفل دخترانه و چند تا سیاسر دیگر در مجموع 14 تا طرفان شهید داریم. 23 نفر هم زخمی داریم و دیگر 1 نفر هم مفقود سرگم داریم. تنها 1 نفر ما سرگم هست. زنده باشین مولوی صاحب. اگر راجع در خسارات چه بخش زراعت و چیزا اگر صحبت کنین و شهرشهر کدام منطقه یا کدام قریه بیشتر آسیب دیده؟ شهرشهر بیشتر آسیب از قبیل حاصلات و زمین های زراعتی همین ساحه مرکزی شهرشهر دیگر که در اونجا مدرسه بود و کلینیک بود و مکتب بود و دیگر همین ساحه زیادتر دیده گیسته. در پاریش یک قریه های همجوارش که قریه ما هست و او طرف دیگر قریه هست، اینا هم زمین های زراعتی شانه حاصلات شانه که کاری در بودن مکملن از دست دادن
دیگه بیخی جبران ناپذیر است، هیچ چی نمیشه دیگه، این تلافی کنه نمیشه جناب جنرسید، بیخی دیگه از حد شماری شد که این با چند هزار جریب زمین بگیم دیگه پیمونه کنه نمیشه، آمار دخل گرفته نمیشه، همین دشت و قیده است دیگه مکمل سیل تانه شدن سنزانه را فیلن هم لایقه خواب است که از استفاده بیرون کرده. تشکر مولایی صاحب. شما اگر پیشتر صحبت کردین بخاطر گفتین کدام ارگان دولتی امارات آمده بوده، اونا برای بیشتر اگر معلومات بده که برای چی آمده بود و چی آورده بود و کدام کمک تانستن تنوزه یا نه؟ اونا تا گفتم کماندان سیوی قولی بودو امروی تیاره آمده بود، کماندان سیوی ولایت هم تا مرکز ولسوالی برکن امروی تیاره آمده، دوجه تانگا و رنجره و دیگه انترنشنالشون آمده بودن، سهر هم بررسی کردن، یافتن کمک که اونا تانستن، شهیده ما را انتقال دادن، زخمه ما را انتقال دادن، سهر را کروکی کردن، دیگه فیلمبردانی کردن، دیگه کمک های نقدی، مالی، کمک های اولیه، هیچ چیزی به این مردم تانست صورت نگرفتن، صرف همی هم دردی کردن آمدن، دیگه و هنوز هم قماندان ولایت فعلا در نوی ولسوالی برکه هستن، راهای مواصلاتی قطع است و موتر رفتن نتانستن، همینجا بند ماندن هستن، دیگه کمک مالی همراه ما برکه هیچ صورت نگرفتن، خوستن در تاهای شهرشان صورت نگرفتن، دیگه قسمات های برکه را گفتن نمیتونم که کمک مالی کدن یا نکدن، دیگه کمک اولیه تانست صورت نگرفتن، فقط همدردیشون همه کلاشون که خودشون به غم شریکی کردن، در شریکی کردن رسیدن، اما کمک نقدی مالی کردن نتانسته به عمر مدون. مولای صاحب اگر صحبت کنی راجع در خانه هایی که ویران شده تعدادشون به شما مشخص است، چه قسم بوده؟ مثلا زیاد خسارات آمده سر از خانه هایی که دمی سیل بوده؟ بله بله، در حدود 15 خانه را که از جملهش 6 خانه را همینطور لشم از ریشه و بنیاد که ریشه های عمیق داشتن امروی همینطور برداشته بردن، دیگه از دو خانهش هیچ آثار دیده نمیشه که در اونجا کدام وقت کدام خانه بوده باشه یا نبوده باشن، اما از 4 خانهش آن و تخمش هنوز هم باقی هست، دیگه نو خانه دیگه قسما آسید دیده که نصف یعونی شنن نصف خانه شنن سیل همون تو جمع کنه رفتن متباقیش هست، دیگه اینه به در مجموع مردم شهرشهر یک آیت را بوزده و یک خانه را چپر کده و یک دیوارشان را تر دیوارشان را چپر کده و دیگه سهن یعونی را گرفته و دیگه قسمت مدرسه شهرشهر هم تخریب کردن و مکتب شهرشهر هم 4 اتاقشان دیگه بیخی از ریشه و بنیاد هم تو چپا کنه ورداشته بردن و متباقیشان قسم خراب هست، یک اولی دیگه هم در زیر مکتب شهرشهر بود او را هم خودش خیلان نفر نبود اما لش مهنداشته رفتن، اینی رقم تنفر خیلان در اینجا موجود است. تشکر مولای صاحب. شما تا هنوز را از بیرون یا از خارج یا از بیرون از شهرشهر نهادهای دولتی یا غیر دولتی خیرین با شما با کسای دیگه که در شهرشهر هست با بزرگان در تماس شدن به خاطر کمک و همکاری و چیزا؟ بله دیگه غیر نهاد دولتی یک تعداد بچه‌ای که از ساحات شهرشهر بودن از ساعت شهرشهر رو فعلا در کشورهای ایران زندگی میکنن، اونا یک چی کردن یک گروپ ها جور کردن همونجا قسمان یک چیل نفر هر نفر یک میلیون تومان رقمی آماده کردن که صرف در کسای شهیدی و شهیده و زخمی که در شهرشهر داریم یا حکومت بکنیم تا اونا تانه جمعوریشون نشدن و هیچ کمکی فعلا در شهرشهر نه از نهاد دولتی نه از نهاد غیر دولتی
برای شرشن نده چه در دیگه ساعتی برکان گفته نمیتونم که چه کلو شده باشه. سلامت باشی، زنده باشین. مولای صاحب داخل کدام گفتنی داشته باشه برای بیننده و کسایی که صدای شما رو میشنوه بیرون از افغانستان؟ سلامت باشین جناب انجینر سهلاو. گفتنی ما به نهایتی اگر مسلمان، به نهایتی اگر یکی از علمای دین یا به نهایتی یکی از متنفذین محیط منطقه که فعلا الحمدلله جان سالم بسر میبرم، برای جمع دوستای خیرین ما، برای جمع دوستای خیرین ما که از اقوام هستن یا از غیر اقوام هستن، چی در خارج چی در خارج، این گفتنی ما هست که ما در غیر از این حادثه هم یک مردم عقب مانده و یک مردم دور از تمدن و دور از عمران و دور از همه چیز بودیم، خصوصا در این آخر به این حادثه طبیعی بسیار متضرر شدیم و به این داد بعد اگرچه بعد تماغر نمیشن با آن هم دیگه بنیم و تحرک هیچ کمک صورت نگرفتن و این جبران هم نمیشن، خصوصا از کسایی که سر مال شدن از اونا هیچ لیگپا جبران نمیشه. با آن هم تقاضای ما هست که برای قوم ملت منطقه ما باید از هینا کمک و ایثار و فداکاری خود اینا دریغ نکنن. ما مردم بسیار فعلا در حالت دیگه ضرر و در حالت بسیار فقر و در حالت بسیار گرسنگی بسر میبریم، از یک طرف فقر و گرسنگی، از طرف دیگه ایتو حادثان بسیار در حالت تخمیرا فاجعه انسانی قرار داریم. تقاضای ما بار دیگر از دوستان خیرین ما چی در خارج چی در داخل عده است که هرچی عاجل بداد ما ملت برسن، از هیچ نوع کمک و همکاری مالیشان و از دعای خیرشان دیگر ما را فراموش نکنن تا اینکه خدا نخواسته کدام فاجعه انسانی دیگری رخ نده. دیگر همین بود گفتنی های ما. دیگر خدا کرد دوستان صدای ما را شنیده باشن یا میشنون، دیگر هرچی زودتر یک توجه خاصی داشته باشید. سلامت باشین. راسته مولای صاحب یک سوال دیگه مانده بود، بخاطر از اینکه کسای خانهشان چپه شده و ایران شده، اونا در کجا فعلا زندگی میکنه، بودوباش چی قسمه؟ فعلا دمو زیر قریه بودن، دم زیر قریه بودن، در اوجه از اوجه دیگه جایشان اللهشون چی بودن آمدن در خانه در آمسانیشان، فعلا در اون قسمت های مرکزی شرشد در دره شرشر در همون قسمت های بودن، حالا بالا در داخل قریه آمدن، متباقی ماندگیشان اونجا فعلا زندگی میکنن. امشب ما اول نداریم که چی رقم میشته باشن چی رقم نمیشته باشن، اما سیاسر ها و طفل ها و مردایی که دیر شب در سیلاب گیر مانده بودن تخمینا در فاصله 10 کیلومتر 12 کیلومتر سیلاب اینا را برده بودن دیگه تا یک منطقه را بازانا زنده پیدا کرده آوازه شد و اونا فعلا یک تیرادشان تحت بسر و تداوی یک تیرادشان تداوی اولی شد و گرفته آوازه شد. لکی همی سیانسارا لکی برهنه شده بودن، لباسه جانش از جانش سیلاب برده بود و گرفته آوازن فعلا دیگه دمیسه های زنده بودگیشن دمیسه های بربری شهرشهر همی زندگی میکنن. سلامت باشین مولای صاحب. اگر بازم صحبت سر چی که فعلا در خود شهرشهر و اطراف شهرشهر بیشتر اگر معلومات داشته باشه که بیشترین سیل در کدام منطقه شهرشهر و جاهای دیگه بوده؟ سیل خو علالعموم بود، سیل علالعموم بود، چون امو دره شهرشهر هم یک دره بسیار دردراز بود، از اونجا سیل بسیار زیاد که آمده، از اونجا آمده امو چهار خانه را امو شش خانه را که مکمل از ریشه و بنیاد وار داشته امو سیل وار داشته طرف جنوب شهرشهر گفتم و در قسمت مرکزی شهرشهر که مدرسه شهرشهر در اونجا هست او کلینیک و مکتب شهرشهر هست در اونجا دیدم و فاجعه انسانی یک نفر داشت و دیگه
زخمی هم داشتن دیگه سیل دیگه مدرسه را تخریب کردن قسمان او مکتب را قسمان چهار اتاق شوار داشتن دیگه خانه دوروبرشون بود اونا را برداشتن دوم شدت سیل به اینجا بودن او سیوم شدت سیل دمو قریه ما بود که شما شما اوزه سپاری کده بودن سیوم شدت سیل به اینجا بودن تشکر مولای صاحب اگر صحبت آب آشامیدنی از امو منطقه که سیلاب خراب کرده اگر در این مورد صحبت کنی. بله بله من میخواستم در این موضوع امروز تا صحبت بکنم در امو قسمتی امو خانه هایی که شما بودیم در امو قسمتی امو خانه ها اونجا بنده های آبگردان بود و بنده را مکمل وارد داشته فعلا بسیار خانه ها زیر تهدید سیل است اما آب آشامیدن پایبای ما را تخمینا پایبای آبی را که ما از 10 کیلومتر دور پایکشی کرده بودیم آورده بودیم 10 کیلومتر نه 2 کیلومتر 3 کیلومتر را ما دور پایکشی کرده بودیم پایبای ما را کنده سیل بود تخمینا در حدود 5 کیلومتر را پایبا یافتن امروز من چون گرفته آوردن فیلن از آبی آشامیدنی یک قریه ما و قریه طرف شرشر کلگی دیگه از آبی آشامیدنی هم محروم شده ما فیلن آبی سیهی در چهای شرشر یافت نمیشه با خانه هایی که سیل ورداشته و اوجه چهای عمیق زده شده بود چهای را مکمل سولارایش آب برده و چهای را پول کده فیلن در نگاه آبی آشامیدنی در چهای شرشر دیگه بسیار با فاجعه بزرگتر ما مردم موجی متوجه هستیم سرازیر میشیم. تشکر مولای صاحب زنده باشین از که به ما وقت دادی. دیگه ما منتظر ویدیوهای شما هستیم که انشالله بر ما ارسال کنین که ما بتونیم با بیننده خود شریک بسازیم. راستی وضعیت مخابرات بخش مخابرات چطور است از لحاظ تلفن و اینترنت و چیزا؟ بخش اینترنت هم دیگه فعلا خوب است. اینترنت اگر ضعیف است اینترنت بایی که خیلی ضعیف میشه ما میتونیم از طرف های 12 بجه شب پس خوبتر اینترنت با کار میکنه تا صبح 6 بجه را باز دیگه ضعیف میشه چون که اینترنت ضعیف در منطقه است دیگه جهتر چی نمیکنه کار نمیکنه تراکم زیاد میشه مولا کمی تراکم کم شد و انترنت کمی معلومات میشه دیگه آمدیم این معلومات دیگه اینجا گبر که شما گد شد دیگه این می رقم چی شد دیگه این می رقم گفت هست تشکر مولای صاحب خیلی هم عالی دیگه زنده باشین تشکر من یک موضوع دیگه را میخواستم امروز شما شریف بکنم جناب اینجنر چی که فعلا دیگه این موضوع انترنت ها بیره خواهد شد و دیگه اوتاری دیگه در بعدی اگر متوجه صورت نگیره دیگه بسیار زیر تعدید است ما گفت دیگه همی که ما فعلا این گزارش صوتی بود معلومات ما که ابتدای ما دریافت کردیم میره برای شما از ساعت شرشر امرایتان شریک کردم دیگه متوقع سیدی هایی که پیش ما هست یا گرفته میتونیم او را من امرایتان شریک میکنم بود که شایدی گفته های ما بوده باشم. ما منتظر ویدیو های شما هستم و مولای صاحب یک قطع اکستان هم بر ما روان کنین که اینجا باز نیاز است. خب درست است من هستم امرایی میکنم دیگه از قسمت قوم های دیگه ما شما که بنام سای هزاره یاد میشه در حدود 3000 خانه اونجا هست دیگه اونا بیشترین آسیب اونا هم دیدن دیگه در پولیش سایه فلول که در حدود 6000 الی 7000 خانه است و سیدی های از اونا فعلا پیش ما هست آمار دقیق از طرفاتشان ما گرفته نتانستیمون اما سیدی هایشان ما به امرای شما شریک میکنم.